حالتون خوب باشه با برنامه خودشناسی با شما هستم امروز قسمت اول این برنامه هست و بهترین اسمی که فکر کردم که میتونم روی این برنامه بذارم برنامه خودشناسی هست چون ما هدف اون اینه که خودمون رو بشناسیم بهتر از قبل و بتونیم مشکلاتمون رو با خودمون حل کنیم با جهان هستی آشتی کنیم و کلان بدونیم که اصلا ما کی هستیم در واقع ما انقدری که توی زندگیمون توجه کردیم به زندگی دیگران و به خصوصیت اخلاقی دیگران و قضاوتشون کردیم و همش داشتیم به این فکر میکردیم که این شخصی که الان جلوی منه اینو گفت این کارو کرد یا توقع زیادی که داریم و همش توی فاز ناراحتی هستیم در صورتی که اگر ما به خودمون رجوع کنیم و بتونیم خودمون رو بشناسیم و خیلی از مشکلات ها رو در خودمون حل کنیم دیگه نه درگیر قضاوت میشیم و نه درگیر در واقع اون حسای بدی که همش از توقع متاسفانه میاد سراغمون و ما خیلی چیزها رو قرار آروم 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 توی این برنامه یاد بگیریم دو تا مورد خیلی مهم هست که میخوام بهتون بگم اول اینکه سعی کنید اگر که میتونید این برنامه رو ضبط کنید چون ما آخر این برنامه یه تایمی رو اختصاص دادیم برای این مراقبه که شما توی سکوت بشینید و چشمتون رو ببندید و آروم آروم با مراقبه آشنا بشید و هی هر هفته اینا رو هی به قول معروف چی میگم پیشرفته تر میکنیم این مراقبه ها رو و میرسیم به اون جایی که خیلی جواب میده به امید خدا و اینکه این برنامه در رابطه با در واقع آشتی با جهان هستی هستش و خودشناسی هستش نه ربطی به دین و مذهب داره نه ربطی به فرقه خاصی داره حالا خیلی ها هستن از دوستان به من پیام داده بودن که خواهش میکنم این برنامه رو که میخواید بسازید مثلا راجبه عرفان حلقه صحبت نکنید یه سری اومده بودن گفتن تو رو خدا بیشتر راجبه عرفان حلقه صحبت کنید یه سری اومده بودن گفته بودن که در مورد هواپونوپونو صحبت کنید یه سری خیلی حالا بخوام دونه دونه بگم خیلی پیشنهادهای خاصی بهم شده بود که راجب این صحبت کن یا راجب اون صحبت نکن من یه جمعوری کلی کردم که ببینم توی تمام این فرقه ها تمام این رشته ها تمام این در واقع سیستمایی که در واقع تهش به خدا هست رسیدن به خدا هست در نهایت همشون با هم دیگه در مجموع چی گفتن که چه جوری میشه به خدا رسید و حرفشون یکی باشه اون قسمت قسمت رو اومدم پیدا کردم که به دل همه بشینه و مورد قضاوت کسی قرار نگیره این برنامه ضمن اینکه اونایی که اعتقاد ندارن اونایی که اصلا نه به کائنات اعتقاد دارن نه به انرژی مثبت و منفی اعتقاد دارن نه به خدا اعتقاد دارن و نه به هیچ هی چیز دیگه خب این برنامه رو نبینم خیلی راحت و خب نیازی هم نیست که بخوان خودشون رو ناراحت کنن این برنامه در واقع برای اونایی ساخته شده که طرفدار این چیزهایی که گفتم هستن بله مسئله اصلی اینه که آها آه، یادشون نره ها برنامه رو ضبط کنید تا تو وقت مناسب بتونید حتما 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 مراقبه رو انجام بدین چون تایمی که پخش میشه تایمی که احتمالا حالا همسرتون هست بچهتون بیداره نمیتونید اون مراقبه رو انجام بدید اگر ضبط کنید هم خیلی سوال ها از من کمتر میشه توی اینستاگرام و اینکه میان می آقا اینجا رو ما نفهمیدیم اون قسمت رو چی گفتی خیلی راحت میتونید بدن نگاه کنید و جواباتون بگیرید و توی ساعت خاص که دلتون بخواد میتونید مراقبه رو با ما داشته باشید. ما میخوایم الان شروع کنیم با آشتی با جهان هستی بریم بیایم شروع کنیم بله اولین چیزی که خیلی از من سوال شده بود این که ما چجوری میتونیم به آرزوهامون برسیم خب میتونیم که مهمترین چیزی که با ما آدما داره دست و پنجه نرم میکنه الان توی زندگیمون اینه که هر چی تلاش میکنیم به خیلی از آرزوهامون نمیرسیم و حالا آرزوهایی که داریم متفاوته الان من کلی کامنت دارم که طرف میخواد بچه دارشه شه بچه دار نمیشه خیلی ها هستن که خب مریض دارن میخوان که بیماری خودشون یا حالا از بین بره و سلامتیشون رو به دست بیارن خیلی ها مشکل مالی دارن و خیلی درگیر عشق هستن میخوان ازدواج موفق داشته باشن و حالا هزار و یک آرزو که هر کسی واسه خودش خواسته هایی داره توی زندگیش ببینید ما خیلی از آرزوهایی داریم که متاسفانه بهش نمیرسیم و هرچی تلاش میکنیم مراقبه میکنیم اتفاق نمیافته دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما اصلا خودمون رو نمیشناسیم دلیلش اینه که اصلا اون راههایی رو که یاد گرفتیم یه کوچولو از این برای یه کوچولو از اون برای رو داریم با همدیگه کنار همدیگه میذاریم که مثلا حالا یه مراقبه تو روز داشته باشیم بقیه روز همش تو اون منفی و انرژی منفی قرار میگیریم و اصلا به این فکر نمی که آقا اون ده دقیقه مراقبه ای که من دارم میکنم انقدری قوی نیست که بتونه 24 ساعت زمان دیگه ای رو که من دارم که همش دارم چیز تو قسمت های منفی ور هستم اونو از بین ببره خیلی بعد ساعت فرکانسمونو رو ببریم بالا اول از همه اینه که بعد بدونیم ما مثل شاخه ای هستیم که از یه درخت جدا شده حالا تصور کنید که یه درخت اینجاست یه تیکه شاخه ازش جدا شده خب این شاخه بعد از این مدت خشک میشه چون نه آبی بهش میرسه نه ریشه ای داره که به قول معروف بتونه ازش تغذیه کنه و نه میوه ای بده ثمره ای بده حالا اون میوه ها و ثمره ها رو ما میتونیم به رسیدن به آرزوهامون تشبیه کنیم اه ولی اه در واقع اون شاخه, اون شاخه اون شاخه نمیدونه که اون ریشه چقدر عظیمه اون درخت چقدر تنومنده یعنی اون شاخه به ارزش خودش نمیتونه پی ببره که من یک روزی از یه همچین ریشه ای به وجود اومدم ریشه من اینه در واقع ما الان اینیم ما انگار اون شاخه هستیم که از خدا جدا شدیم اون ریشه ما اون خداوندی هست که در طول روز بارها و بارها اسمش رو به راست و دروغ میاریم قسمش رو میخوریم به راست و دروغ و از صبح تا شب همش باش حرف میزنیم خیلی دعوا دارن درگیری دارن با خدا اینو بده اونو بده و حالا از صبح تا شب باش درگیرم ولی خب خیلی هم میکنن البته ولی در واقع نمیدونیم به اون موضوع به موضوع اصلی اشاره کنم ما نمیدونیم که ریشه اصلی انسان خدا هست ما خیلی قدرتمند هستیم ما درسته که از این درخت جدا شدیم درسته که الان یک شاخه جدا هستیم ولی پیوند اتفاق میافته وسالت اتفاق میافته اگر که بتونیم همونجوری که گفتم سطح فرکانس و سطح ارتعاشمون رو ببریم بالا اون پیونده اتفاق میافته الان شما دقت کنید خیلی از درختای اصلا پر... پرتقال خونی رو تصور کنید که میان با یک میوه که قرمز رنگ پرتقال رو پیوند میزنن و اون پرتقال حتی میوه هم میده میخوام بهتون بگم هیچ چیزی غیر ممکن نیست شاید الان از نظر خودتون جدا شده باشید یا به فکر خب حالا الان باید چیکار کنم ولی اون پیونده اتفاق میفته در صورتی که بدونیم راهش چیه اولین چیزی که باید بدونیم اینه که ما باید بدونیم کی هستیم اون درس خودشناسی هستش خب ما باید بدونیم که خداوند در بود زمان با ما نیست خب خداوند انقدر حقیر نیست که بیاد در بعد زمان اصلا برای خداوند اون لحظه ای که زمین آفریده شد جهان هستی آفریده شد کهکشان ها آفریده شدن برای خداوند در کسری از ثانیه این اتفاق افتاد و تمام شد این کلمه ای کسری هم برای من و شما معنی میده باز هم برای خدا معنی نمیده چون خداوند در بود زمان نیست ما متاسفانه این زنجیر زمان در پامون هست و در استرش زمان گیر کردیم ولی خداوند برای اینکه عدالتش زیر سوال نره و برای اینکه نشون بده که چقدر ما رو دوست داره روح القدس یا روح الامین یا هوشمندی هر اسمی رو که شما دوست دارید بذارید توی قرآن بهش میگن روح الامین توی م... 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 مسیحیت بهش میگن رو روح توی ارم عرفان بهش میگن هوشمندی یا اصلا بگید اصلا خود خداوند هر چیزی که دوست دارید اسمش رو بذارید این رو به ما بیانه داد که توی این تایمی که در واقع از جنس خودش خودش هستش و توی این بعد زمان که ما داریم زندگی میکنیم خداوند از این طریق با ما هستش و ما چقدر خوبه که وقتی که مثلا داریم میریم رستوران میخوایم غذا بخوریم مثلا هوشمندی رول قداس رول امین بیا با هم دیگه یه غذا سفارش بدیم هر چی دوست دارید رو بزنید چی بخوریم این باش رفیق باشیم خب الان میخوام بخوابم دیگه یه هوشمندی شبت بخیر خدافظ میخوام بخوابم یعنی صبح بالا میشه سلام هوشمندی روزت بخیر انقدر باید ما با این رول قداس یا رول امین هوشمندی انقدر باید باهاش دوست باشیم رفیق باشیم و تایم باهاش بگذرونیم که احساس کنیم که این داره میاد در ما این داره میاد بر ما و این هستش با ما توی سه حالت با ما هست... هستش و میخوام بهتون بگم که اگر یک کارخونه رو تصور کنیم که این کره زمین باشه خداوند صاحب این کارخونه هست ما همه کارمندایی هستیم که داریم توی کره زمین کار میکنیم خب اگر ما استراحت نکنیم توی این تایم اگر که نان کار کنیم کار کنیم کار کنیم چه اتفاقی میفته یک چندین کارمند کارگر رو تصور کنیم توی کارخونه که نان دارن کار میکنن خب ده ساعت، 20 ساعت، یه روز، دو روز اپا در میان نیاز به استراحت دارن، نیاز به خورد و خوراک خوب دارن نیاز به خواب خوب دارن، باید به بدنشون و به روحشون سرویس بدن در واقع به روحشون که میگم منظورم به خوابه ها یعنی در واقع استراحت ذهنی، اونم روح نیست، استراحت ذهنیه ولی حالا دقت کردین که ما فقط داریم به عنوان کارگرهایی که توی این کارخونه حالا کره زمین داریم کار میکنیم فقط و فقط داریم به جسممون سرویس میدیم و به روحمون هیچ سرویسی نمیدیم روح ما نیاز به مراقبه داره از طریق روحمون میتونیم فرکانسمون ببریم بالا ارتعاشمون رو ببریم بالا انرژی مثبتی که ببینید انرژی از نمیره نه،, نه منفی نه مثبت فقط جابجا جا میشه اون انرژی های منفی از طریق این مراقبه و از طریق چاکراها دست بکنیم و انرژی های مثبت رو جذب بکنیم و تمام اینا ذره 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 تاثیرگذار هست برای اینکه بتونیم خودمون رو بشناسیم و لاینمون رو عوض کنیم و فکرمون رو عوض کنیم و بتونیم آروم آروم به خواسته هامون برسیم دوباره بریم و برگردیم ادامه بدیم بله رسیدیم به مهمترین و اصلی ترین قسمت این برنامه که در واقع اسمش هست آشتی با جهان هستی شاید خندتون بگیره ولی جهان هستی کائنات با ما یه جورای قهر هستند از بس که ما ساز مخالف زدیم یک مثال براتون میزنم که خیلی جالبه تصور کنید دنیا یا جهان هستی یا همین کره زمین خودمون یک سالن موسیقی هستش که هوشمندی یا همون رول قدس یا رول امین ایستاده و به عنوان کسی که داره هدایت میکنه این در واقع ارکستر رو مثل یک دکترای موسیقی که وای میسته و هدایت میکنه و دوتا چوبم میگیره دستش و خب هر کسی داره سازش رو میزنه طبق نوتی که جلوشه تصور کنید حیوانات رو یه قسمت نشستن و این دفتر نوت جلوشونه و دارن طبق اون نوت سازشون رو میزنن هر کی داره ویالونشون میزنه گیتارشون میزنه اون یکی داره زب میزنه هر کی داره یه جوری ساز واسه خودش میزنه طبق اون نوتی که جلوشه گیاهان و نباتات و کل کائنات رو تصور کنی که توی اون سالن نشستن و دارن طبق اون نوتی که جلوشونه اون برنامه‌ای که در نرم افزارشون هست طبق اون دارن ساز میزنن حالا در سالن باز میشه انسان با یک ویالونسل بزرگ وارد میشه و شروع میکنه به صداهای بد درآوردن چون بلد نیست بزنه فقط این ساز در اختیارشه توی دستشه ولی بلد نیست ازش استفاده بکنه حالا اون لحظه چون حالا به اسم اشرف مخلوقات ما شناخته شدیم هوشمندی میاد اون کائنات رو در اون لحظه تنها میذاره این یک مثاله در اون لحظه اونا رو تنها میذاره چرا چون وقتی که انسان وارد میشه و ساز مخالف میزنه شروع میکنه ساز با ساز صدای بدی در میاره تمام تمرکز اون کائنات به هم میریزه صداهای عجیب و غریب و بد به گوششون شنیده میشه و نمیتونن تمرکز کنن سازشون رو بزنن همه با هم دیگه با یه حالت لج بر میگنن به انسان نگاه میکنن هوشمند نمیخواد چیکار کنه میخواد همه چیزو آروم کنه بولا میاد سراغ آدم بهش میگه عزیزم دست کن توی این, تس... این کوله باری که پشتت هست یه کوله بار رو دوش ما هممون هست که بهش میگیم کوله بار تحصیلات رحمانی توش تمام اون چیزهای رحمانیت که به قول معروف راحت ترین چیزهایی که ممکنه برای انسان وجود داشته باشه و در رحمانیت هست توی این کوله بار ما هست منتها مسئله ما دوتا هست یکی لجبازیه یکی تنبلیه اون لحظه تنبلیش میشه طرف این بخواد اینو در بیاره و از روی نوت اینم در بیاره بعد یاد بگیره چه ساز بزنه بعد به حرف هوشمندی گوش بده بعد بشینه سکوت کنه باید همون داستان مراقبه ای ما هست ساعت ها بعد سکوت کنه دقیقه ها بعد سکوت کنه به کائنات گوش بده ساز زدن اونا رو گوش بده دقت کنه به حرف هوشمندی گوش بده دقت کنه ببینه که این چه اصلا این سازه سازش در میاد و شروع کنه به نواختن ولی نه دستشو میکنه توی اینکه بخواد نوتا رو در بیاره و نه اصلا اهمیت میده و با لجبازی هرچه تمامتر ادامه میده و سکوت نمیکنه دقیقا کاری که ما میکنیم اگر یک تایمی سکوت کنیم همون شاهد شدنه یا همون مراقبه کردنه این به ذهن ما آرامش میده اجازه میده تا ما یاد بگیریم که چجوری اون ساز رو بنوازیم که گوش خراش نباشه طبق نوت بره جلو و با کائنات همسو باشه حالا شما دقت کنید خیلی آمون هستیم که تو خونه داریم راه میریم میخوریم،, میخوریم به در دیوار کبوت میشیم میخوریم زمین اصلا ناخودآگاه یه اتفاقای این مدلی میفته خندمون میگیره دقیقا همون قهر کردن کائنات با ما هست که یه جوری انگار میگن لجشون رو سر ما خالی کنن و ما چه میتونیم با جهان هستی آشتی کنیم یاد بگیریم که بریم کنار اون کائنات بشینیم توی اون سالن موسیقی و توی این دست ارکستری که دارن دارن در واقع ساز میزنن به درستی اجرا کنیم همسو باشیم با کائنات آشتی کنیم باهاش و هم نوا بشیم هم نوا که بشیم صدا خیلی قشنگتر به گوشمون میرسه و تنها حالتش فقط میگم همین مراقبه و سکوت هستش که ما چشمامون رو ببندیم دقیقه ها اول از همه از شاهد شدن شروع کنیم و به هیچ چیزی فکر نکنیم شاهد شدن یعنی هیچ چیزی رو مورد قضاوت قرار ندیم مثلا یک غذا روی گاز هست من اگه بگم این غذا الان برم نمیدونم این خوشمزه شده یا نشده این غذا رو قضاوت کردم ما کلمه این قضاوت رو خیلی موقع به کلمه هایی مثلا آدما ها هست فقط یا رو چیزای بد فقط برداشت میکنیم شما همین که تو بالکن خونت وایستادی آدما دارن میرن و میان همین که تو ذهنت یک ثانیه به اینا فکر کنی از حالت شاهد شدن در اومدی اگر که یعنی شما شاهد شدن یعنی اینکه شما در لحظه زندگی کنی اگر نفس میکشی به نفست فکر کن اگر حتی توی اون بالکن آدم‌ها دارن رد میشن فقط به تردد اونا رد شد رد شد تمام دیگه به این فکر نکن این کیه به چی داره فکر میکنه چی به چیه ذهن تو مشغول نکن بر اینجور چیزا ذهن تو خالی کن و شاهد شدن رو یاد بگی این درس اول ما هست که بتونیم با شاهد شدن آروم آروم توی مراقبه هامون به اون سکوتی که دلمون میخواد که عمیق برسیم که بتونیم اون ارتباطه رو با اون بالا برقرار کنیم که آروم آروم آشتی اتفاق بیفته. تا اون شاهد شدن و اون سکوته و اون یادگیری نوت ها نباشه نمیتونیم بریم توی دسته اون ارکستر و ما مجبوریم جدا باشیم و بخوایم ساز مخالفم بزنیم اینا همینجوری قهر دیگه یه عمر قهر بودیم الان ما اکثرمون بیماری هایی که داریم ور شکستگی های مالی و مشکلات عشقی نمیدونم هزار و یک مشکلی که تو زندگیمون هست هزار و یک دلیل داره که یکی از دلیل هاش اینه ولی من توی هر برنامه میخوام راجع به چیزهای مختلف صحبت کنم راجع به چاکراها حتما براتون صحبت میکنم کنم راجع لعنت های زندگی صحبت میکنم خیلی چیزها هست که من نوت برداشتم و دونه دونه ای اینا باعث میشه که ما به آرزوهامون نرسیم حتی اشتباه دعا کردنی که از اون چیزهایی هست که ما نمیتونیم به آرزومون برسیم و من دونه دونه اینا رو تو برنامه های مختلف براتون میگم و همین که امروز اینو یاد گرفتیم که شاهد بشیم مراقبه کنیم و در حینی که شاهد شدیم و مراقبه کردیم و در لحظه زندگی کردیم ناخداگاه ما انگار دستمون کردیم توی اون کوله باره و اون نوت‌ها رو درآوردیم و با سکوتمون داریم یاد میگیریم که چطوری از روی نوت‌ها بزنیم بعد از یه تایم می آروم آروم قدم برمیداریم به سمت کائنات و وارد اون دسته ارکستر میشیم و میشینیم کنارشون و به زیبایی با اونها شروع میکنیم می نوازیم و هم نوا میشیم و اون موقع است که میتونیم پله پله درس های بعدی رو بگیریم و آروم آروم به تمام خواسته همون برسیم ولی درس اول این بود که شاهد شیم و مراقبه یه سکوت کنیم الان نمیخواد مراقبه کنید اینو میخوام اونو میخوام مانترای خاصی بگید سکوت رو امتحان کنید امروز درس ما اینه که با سکوت میتونیم با جهان هستی آشتی کنیم با کائنات آشتی کنیم خب برنامه یه امروز تموم میشه و طبق برنامه ریزی که من کردم آخر هر برنامه ما یه مراقبه چند دقیقه داریم که خواهش میکنم اگه بتونید ضبط کنید این کل این برنامه رو یا حداقل قسمت مراقبه رو که بتونید حتما توی خلوت خودتون این مراقبه رو داشته باشید و لذت ببرید آروم 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 از سکوت شروع میکنیم تا به جاهای بزرگ بزرگ برسیم خیلی دوستتون دارم و تشکر میکنم از جناب مرشدی عزیز و مسعود عزیز دستن در کاران این تلویزیون و این برنامه که این موقعیت در اختیار من قرار دادن که بتونم برای شما این برنامه رو داشته باشم تا یک برنامه خودشناسی دیگه خدا نگهدار